میخوام یه چند کلمه، چند جمله هم در باب احوال جدید ما ایرانیان و همسایگانمان بگویم و ثبت تاریخی کنم. اولا که در ایران که دیریست چهار ستون مملکت می‌لرزد و زمین اونجا زیر پای ساکنان به زلزله افتاده است و باران بلا از آسمان می‌بارد و زمنجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد. و حقیقتاً ما که بیرون از کشور نشسته ایم و از دور احوال هموطنان خودمون رو نظاره می‌کنیم و البته هم دردی می‌کنیم و داغدار و عزادار از دست رفتگان و همچنین هم درد خانواده‌هایی که در گذشتگانی داشته‌اند و در غم و داغ آنها نشسته‌اند هم دردی می‌کنیم با همین احوال. یک از هزار و آنچه که آنها می‌چشند و می‌کشند نمی‌چشیم و نمی‌کشیم. سوء مدیریت و بی تدبیری در کشور ما چنان بالا گرفته است که آدمی گاه از گریه به خنده می افتد و از خنده به گریه. گفت کارم از گریه گذشته است، از آن می خندد. می توان آیا دید، می توان باور کرد که گروهی که مدعی مدیریت کشورن این همه بی تدبیری کنند، این همه بی اعتنایی به جان و مال مردم مظلوم این کشور بکنند و این همه در کارشان نیندیشیده و ناسنجیده گام بردارند، به طوری که ناگهان سیل مشکلات از همه سو جاری شود و در مقابل آن همه بی پناه و بی گریز بمانند، مایه تأسف است. البته ما بادهایی رو کاشته ایم که اکنون طوفان درو می کنیم. سالها پیش، 30 سال پیش من مدیران کشور رو هشدار دادم، گفتم به جای مدیریت فقهی مدیریت علمی بنشانید. پاره‌ای از روحانیان تمسخر کردند، پاره‌ای لبخند و نیشخند زدند و گمان بردند که با فقه همه کار میشه کرد، هم تکالیف فردی مؤمنان و هم مسائل اجتماعی و بهداشتی و سیاسی و راهنمایی و رانندگی و چه و چه. اما به تدریج با آزمون و خطا هنوز در نیافتند که ماجرا چنین نیست. وزارت بهداشت می رود و با حوزه علمی قم قراردادی می نویسد که برای شفای بیماران و برای افزون شدن بهداشت در کشور اونها دعا کنند. چیزهایی که ما اصلا نه تنها در تاریخ ندیدیم بلکه در تصور ما هم نمی گنجید. قرارداد بنویسن که از این ور ما کارهایی می کنیم، شما هم از اون ور دعا کنید. دعا کردن بگه به قرارداد نوشتن احتیاجی داره و به علاوه کسی که کار خودش رو می کنه نتایج خودش رو هم می گیره و میوه خودش رو برداشت می کنه. دیگری دعا کرد یا دعا نکرد. اما این بی تدبیری ها اکنون کار دست همه ما داده. بی آبی از یک طرف، بی برقی از یک طرف، مشکلات سیاسی از یک طرف، در افتادن با دنیا از یک طرف، رشد بی رویه جمعیت از یک طرف، پایین افتادن سطح علم در دانشگاه ها و در مدارس از یک طرف، بالا گرفتن فساد مالی و اختلاس و رشوه از یک طرف، بالا گرفتن اعتیاد و روسبیگری در کشور از یک طرف، از هر سو که نگاه میکنی به قول اون شاعر کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد. مگر یه معجزه‌ای این کشور رو نجات بدهد؟ یعنی حقیقتاً به قول شاملو تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم چنین که دست تطاول به خود گشاده منم. چنان دست تطاول در این کشور گشوده شده است که جز انتظار معجزه‌ای نمیتوان داشت. ولی خب آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دیگر انتظار مددی از کرم باران نیست. ما یه تأسف است. اینها رو با دریغ و درد میگوییم و باز هم امیدواریم که کسانی که مصادر امر رو در کشور به دست دارند به خود بیایند، سررشته رو به دست خرد بسپارند، به دست تدبیر بسپارند
از ایدئولوژیگری، از جناح بازی، از قدرت پرستی دست بردارن و واقعا کشور رو از آن مردم بدانن، خودشون رو بدهکار مردم بدانن، بهترین عبادت رو این بدانن، نه اینکه آقای رئیس جمهور تنها حسرتش و تنها دریغش هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری این باشد که دریغا و دردا که بر اثر کووید و کرونا من نمیتوانم دست رهبر رو بسوزم. این دریغ و درد گفتن هزار زخم به جان دردمندان کشور و بیماران و مبتلایان میزنند. آخر اگر دردی میبری، اگر داغی بر دل داری، به خاطر اون بیماران باشد، به خاطر اون داغداران و به عزا نشستگان باشد و به خاطر محروم شدن ظاهری از بوسیدن دستی که هیچ سودی در اون بوسیدن نیست. مشکلات است. اینها به نظر کارهای و امور ساده‌ای میاد، اما متاسفانه حقیقت دارد. اون هم حقیقت ستبر که با جان و مال مردم بازی میکند و عاقبت اونها رو رقم میزند. خداوندا تو شاهدی، ما دردمندیم، ما داغداریم، کاری هم از ما بر نمی آید و تو بندگان خود رو خوانده‌ای که در این موارد سخت، در موارد اضطرار دعاشون رو مستجاب کنی، نگاه رحمتی و عنایتی به آنها بیفکنی و باران رحمتی بر آنها فرو ریزی. اکنون وقت است. دعای بندگانت رو بشنو و از جایی که نمیدانیم، من حیث لم یحتسب ولا یحتسب، دری رو، در رحمتی رو به روی این خلق بگوشا، عقلی و تدبیری و انصافی و شفقتی به مدیران کشور بده که به جای اینکه به مردم سخت بگیرن، اونها رو آزاد و آسان بگذارند، آسوده بگذارند و اجازه بدهن که دست کم امور خود رو به دست خود تدبیر کنن. اما در همسایگی ما کشور افغانستان که از آن افغان بلند است، اون هم حادثه دیگری است که در همین ایام رخ داده است و بسی بسی عبرت آموز است. اولا من خیلی خوشنودم و این کار حکومت جمهوری اسلامی رو تحسین می کنم که با طالبان در نیفتاد و جبهه جنگ جدیدی رو نگشود و البته همکاری هم ظاهرا نکرد. من از پشت پرده ها خبر ندارم، ولی همین میزان حسن تدبیر و مدیریت نیکو و ستودنی است و امیدواریم که ادامه پیدا کند و ما دوباره به یک باطلاق و گرداب دیگری نیفتیم که بیرون آمدن از آن سهل و آسان نخواهد بود. ما نمیدونیم که پشت پرده اینکه آمریکا افغانستان رو ترک کرد و افغانستان رو تنها گذاشت تا طالبان که پیروزیشون قطعی و مسلم بود بیایند و امارت اسلامی بپا کنند چه بود و چه قرار و مداری و چه مصالحه‌ای و معاهده‌ای با طالبان کرده اند و بسته اند. بر بنده شخصا آشکار نیست و من اهل اینجور خواندن رموز سیاسی هم نیستم، اما هرچه که هست لابد بینشون پیمانهایی بسته شده است که به این آسانی پس از 20 سال که در افغانستان بودن اکنون اونجا رو ترک میکنند و ترک کردن و کشور رو به دستی تقدیم طالبانی کردن که 20 سال با اونها جنگیده بودن، اونها رو پس رانده بودن، ولی البته طالبان هرگز از میان نرفته بودن، هرگز از افغانستان بیرون نرفته بودن و هرگز پایگاه مردمی خودشون رو از دست نداده بودند. یعنی در میان اصناف مردم به هر حال طرفدارانی داشتند و اینها هم برخواسته از همون خاک و از همون نژاد و از همون سرزمین بودند و به همین لحاظ هم توانستند که دوباره برگردند. عده‌ای از سر طمع و شوق، عده‌ای از سر رعب و ترس به اونها پیوستند و تمام اون ارتشی که روی کاغذ حداقل 300 هزار نفر بود که آمریکایی‌ها تربیت کرده بودند و نیروهای امنیتی، به طرفت العینی مثل حباب ترکیدند و از میان رفتند و کمترین مقاومتی از خود نشان ندادند و این قوم به نام طالبان به راحتی یکی پس از دیگری شهرها و ایالات رو فتح و تسخیر کردند تا به
کابل یعنی پایتخت رسیدن، اونجا رو هم بدون هیچ گونه درگیری و مقاومت تحویل گرفتن و اکنون هم پرچم امارت اسلامی رو از ارگ حکومتی اونجا برافراشته اند و دعوی میکنند که ملک جهان زیر پر ماست. خب این یه حادثه مهمی است در همسایگی ما که هم برای اسلام و هم برای ایران معناهای زیادی داره. برای ایران بالاخره معناش این است که یه همسایه با یک چهره خشن و تازه و بسیار پر انگیزه و پر روحیه و به لحاظ ایدئولوژیک هم قوی و هم ضد با ایران در اونجا پدید آمده است. و گرچه که اینها قرابت‌های بسیار با اهل سنت کشور ما دارند که عموماً حاشیه نشین‌ها و مرزنشینان کشورند، با توده شیعه ایرانی و حتی توده شیعه‌ای که در درون خود افغانستان و در هزاره جای دارند به هیچ روی مناسبت نیکویی ندارند و قبلا هم نشان دادند که حاضرند که حتی دست به خون آنها هم بگشایند. مبادا که دوباره چنین کنند، ولی قبلا چنین بوده است. این از نظر ژئوپلیتیک و سیاسی که برای کشور ما خیلی معنی داره و شاید هم آزاد نهادن طالبان در افغانستان و کنار کشیدن آمریکا یکی از نتایجش و یکی از مقاصدش همین بوده است که دوباره یک رقیب یا یک دشمن در کنار ایران بیافرینند و ما رو درگیر کنند و که هرگز نتوانیم قدمی به پیش برویم. از این نیات خبیثانه همیشه در عالم سیاست بوده است. برای اسلام هم خیلی معنی داره. یک حکومت اسلامی دیگر و به قول خود طالبان امارت اسلامی در همسایگی ما به پا شده است و از همین امروز اعلام کردن که فقه حنفی بر کشور چیره و حاکم خواهد شد. بسیار خوب، فقه اسلامی است، ولی فقه یک کتاب صامت است، چیزهایی است، کلمات جامدی است که روی کاغذها نوشته شده است. مهم عاملان به او هستند، چگونه میخوان اون رو به اصطلاح پیاده کنند، تحقق ببخشند، با مردم اون سرزمین چه خواهند کرد و چه اموری رو بر اونها تحمیل خواهند کرد. نکاتی است که باید ببینیم، گرچه هنوز ندیده تا حدودی میدانیم که از چه قماش خواهد بود و چگونه از کجا سر در خواهد آمد. مخالفان اسلام هم که از همین اکنون آغاز کردند که حقیقت اسلام به طور عریان در افغانستان ظاهر شد و این کسانی که اونجا بر سر کار آمده اند میخواهند اسلام واقعی و ناب رو به نمایش بگذارند بدون کمترین مداهنه‌ای و کمترین ملاحظه‌ای و پشت پا به مدرنیته بزنند، پشت پا به لیبرالیسم بزنند، پشت پا به تجارت جهانی بزنند و مر اسلام رو در اونجا اجرایی کنند. مسئله ای خواهد بود برای همه مسلمین که ببینند که چه اتفاقی در اونجا خواهد افتاد. من البته مطمئنم وقتی که طالبان حقیقتاً حکومت رو به دست بگیرن و سری میان سرها درآورن و پاره ای از کشورها اونها رو به رسمیت بشناسن و مناسبات بین المللی برقرار کنند، رفته رفته از تندی و سختیشون کاسته خواهد شد و اون همه رؤیاها که دارند بخشش قطعاً بر آب خواهد افتاد و از میان خواهد رفت. چون همیشه آدمی در تنهایی لافها میزنه، اما وقتی که نوبت به معامله با دیگران شد باید به داد و ستد بپردازد و از پاره از رؤیاها و لافهای خود دست بکشد. اما هرچه که هست، ما یعنی اسلام دوستان و دلسوزان این دیانت محمدی وارد فاز تازه خواهیم شد. رفتارهایی که از آنها سر میزند برای ما مسئله آفرین خواهد شد و دوباره جمع کثیری از متفکران جهان اسلام باید وارد این میدان بشوند که اون چرا که آنها به غلط میپراکنند یا آلودگی هایی رو که به وجود میآورند
و آب تأمل بشویند و چهره آلوده اسلام رو شستشو کنند و تطهیر کنند. دوباره ما وارد همون فازی خواهیم شد که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران شدیم، یعنی که از یک طرف از روند حوادث درس گرفتیم، از کجروی های حاکمان خودمون که به نام انقلاب ستم ها می کردن و تحریف ها می کردن درس گرفتیم، و خود بنده یکی از کسانی بودم که از ناظران بسیار دقیق حوادث کشور بودم، ببینم چه تصمیماتی می گیرن، چه چیزهایی رو بر فقه و بر اسلام بنا می نهند، تا کشف کنم از نظر خودم که کجروی و انحراف در کجا رخ داده است و از دل اونها بتوانم درس ها و عبرت هایی بیرون بکشم. خیلی از نظریاتی که من در دین شناسی دادم محصول دقت هایی بود که من در رفتار حاکمان خود می کردم، و به قول لقمان از بی ادبان درس ادب می گرفتم و از کجروی راستروی رو بیرون می آوردم. ما در افغانستان هم احتمالاً با چنین چیزی روبرو خواهیم بود و من مطمئنم که خیلی دانشگاهیان اونجا دوباره با مسائل تازه‌ای روبرو خواهند شد و باید ابزارهای ذهنی خودشون رو به کار بیفکنند برای حل معضلات نوین. در این حال مقدمه من نمیخوام خیلی طولانی بشه، این رو هم اضافه کنم و سخنم رو مقدمه‌ام رو به پایان ببرم. این نکته هم خب خیلی آشکار شد. آمریکایی‌ها از اول بیجا به اونجا رفتند و نباید می‌رفتند و حالا هم که بیرون آمدن یک زمین سوخته‌ای رو باقی گذاشتن و خودشون هم بنا به ادعای خودشون 2,000 میلیارد دلار در اونجا صرف کردن و بدون هیچ حاصلی کشور رو و همه امکاناتش رو تحویل همون گروهی دادن که 20 سال بود با اونها می‌جنگیدن. این معناش چیست؟ حالا مصلحت آمریکا و نیروهای جهانی هرچی بوده به بنده و به ما مربوط نیست، اونها منافع خودشون رو دنبال میکنن، و معناش این استش که پدید آوردن یک ارتش باسمه‌ای، یک پارلمان باسمه‌ای و یک حکومت باسمه‌ای که ریشه مردمی ندارد، کاشتن بذر دموکراسی یا مسما به دموکراسی در خاکی که حاصل خیز نیست بهره‌ای نمیدهد. ما حتی اگر نیت خیر آمریکایی ها رو هم به حساب بیاوریم که نباید به حساب بیاوریم، نیت خیری در کارهای سیاسی نیست، همش منافع است و منافع است. حتی اگر فکر کنیم که 1 در میلیارد نیت خیری در اینجا در کار بوده، ولی این نیت خیر نگرفت، به نتیجه نرسید و حاصلی نداد، برای اینکه بذری رو در خاک بیگانه میکاشتند. اینکه یه ملتی خودش رشد کنه همیشه مسئله ما بوده است و دیگران اگر بخوان بیان دستش رو بگیرن، بخوان بیان اصلا ملت رو نادیده بگیرن، یک نهادهایی رو در اونجا بکارند، درختانیست که به زودی پژمرده خواهد شد و به راحتی از زمین برکنده خواهد شد و مردم دوباره برمیگردن به سنن و آداب پیشینشون، به خاطر اینکه سرزمین فکری اونها درخت دیگری میپرورد و میوه های دیگری به بار میآورد. الان شما ببینید که چه اتفاقی در آن دیار افتاد. یک نفر مقاومت نکرد. اونقدر این درخت های کاشته شده بیریشه بود، اونقدر این نهال ها سست بود، هیچ کس نخواست که در پای اونها بایستد و به خاطر اونها دفاعی بکند یا شهادتی رو بپذیرد، و این چنین بود که به آسانی این قطعه خاک بزرگ 40 میلیون نفری فتح این گروه 75,000 نفری شد که مدتها میکوشیدن و اکنون هم محصول کوشش خودشون رو برمیدارن. این رو من میگم برای پاره از اپوزیسیون خارج از کشور که اینجا نشستند و دست توسل به ذریح بیگانگان زده اند که مگر اینها بیایند و ما رو نجات بدهند. نجات از درون ما پیش می آید، از بیرون نمی آید. گفت مولانا کاریز درون جان تو می باید. این آبی است که از درون باید بجوشد. از بیرون هر چه آب در چاه بریزی
اون چاه وقتی خودش آب بر نیاورد نهایتاً خالی و تهی و بایر خواهد شد. دست توسل به هیچ کس دراز نباید کرد و محراب سجود خیش و معمار وجود خیش باید بود و باید عبرت گرفت از اون چه که در همسایگی ما رخ داده است و به قول سعدی کهنجام ببخشید به قول نظامی کهنجامه خیش پیراستن به هز جامعه عاریت خواستن. ما نیز جامعه های کرامت رفو کنیم تا جامعه عاریت نکنیم از عدوی خیش. ما نیز جامعه های کرامت رفو کنیم تا جامعه عاریت نکنیم از عدوی خیش. این جامعه های عاریت جنده خواهد شد و ما برهنه خواهیم ماند. مقدمه رو به پایان ببرم. برای دوستان و همزبانان افغانمون آرزوی سربلندی و عزت و آسودگی داریم و امیدواریم که روزهای خوشی در پیش داشته باشند. 50 سال رو در جنگ، در ویرانی به سر برده‌اند و چنین احوالی اصلا برای رشد، نه رشد علم، نه رشد توسعه ملی و تجاری و اقتصادی، برای هیچ کدوم مساعد نیست. باید حالا از نو بسازند و بالا بروند اگر بخت یارشون باشه.